بله، این نشست نخستین حضور انجمن خانواده قربانیان پرواز PS752 در آمریکا هستش، نشستی که با همکاری شورای آتلانتیک و در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. این نشست در دو بخش که یک بخش با حضور خانواده قربانیان هم حضوری هم از طریق شبکه‌های مجازی بوده و کل این نشست هم باید بگم که هم از طریق رسانه ها در واقع هم از طریق فضای مجازی به صورت زنده پخش شده. در بخش ابتدایی در پنل اول خانواده قربانیان به در واقع خواسته خودشون و آنچه که هدف آنها هست در این پرونده و آنچه که مد نظر اونها هست پرداختن. در بخش دوم با حضور کارشناسان حقوقی پیرامون مسیرهای پیش رو و گزینه های مناسب برای رسیدن به عدالت و مسیرهایی که میتونه برای جبران خسارت قربانیان در نظر گرفته بشه صحبت شده. از این دو نشست با پرسش و پاسخهایی هم همراه بوده. اما در گفتگویی که با از یکی از خانواده قربانیان که در اینجا به صورت حضوری حضور داشته صحبت کردم و از او درباره هدف انجمن و برگزاری چه نشستی در آمریکا و شهر واشنگتن دی سی پرسیدم. ما در زمینهای سه زمینه اصلی فعالیت داشتیم. یکی حمایت خانواده هایی که قربانیان هست، دو بزرگداشت نام و به اصطلاح لگسیشون هست که اسم اینا فراموش نشه، عزیزانی که از دست دادیم. سوم به اصطلاح تلاش در راه پیدا کردن حقیقت و دادخواهی است که حقیقتا این قسمت سوم و اسوسییشن، هدف اسوسییشن برای ما از هر چیزی مهمتر است، با خاطری که بدون دونستن حقیقت و دیدن انجام دادن دادخواهی ما هیچ نوع آرامشی در زندگیمون نخواهیم داشت. در ادامه این صحبت ها برخی از اعضای خانواده قربانیان پرواز PS752 همچنین تاکید داشتند در رسیدن به عدالت و آنها گفتند که این مسئله یک مسئله شخصی نیست و این حادثه حادثه‌ای که بایستی بسیار جدی‌تر مورد توجه جهانیان قرار بگیره، چون شاید در طول تاریخ این تنها باری باشه که یک حکومت هواپیمای خودش رو این چنین در واقع با موشک میزنه و باعث سقوط اون و کشته شدن شهروندان خودش میشه و با در واقع برگزاری یک دادگاه و برقراری عدالت شاید بتونیم تضمین کننده این باشیم و که از احتمال رخداد اتفاقات مشابه جلوگیری کنیم. در بخش دیگری از گفتگویم با آقای دوستشناس از او و پیامش برای جهانیان پرسیدم و همچنین امروز که خبر آمده بود که شکایت خانواده های هواپیمای اوکراینی در دادگاه دیوان بین المللی کیفری لایحه علیه جمهوری اسلامی و سپاه ثبت شده، نظرشون رو در این باره پرسیدم. ما امیدواریم که نه تنها دولت آمریکا و حتی دولت های دیگه که درگیر هستن تا اونجا که در حد امکاناتشون هست و توانایی دارن، که ما میدونیم اطلاعات بسیار زیادی دارن در مورد این جنایت، اینا رو واقعا به موقعش و در جاهایی که لازم هست در اختیار به اصطلاح اون دادگاهایی که رسیدگی میکنن بذارن. در مورد کاری که امروز انجام شد به اصطلاح سابمیشن این پرونده، بردن پرونده به ICC، یعنی در حقیقت International Court of Criminal Court، یک قدم بسیار مهمی بود که به اصطلاح در راه گرفتن پیدا کردن حقیقت و گرفتن به اصطلاح دادخواهی هست. ما واسه ما مسئله اساسی به اصطلاح دادخواهی است و دادخواهی نه با نگوشیشن انجام میشه، یعنی با زدبندهای سیاسی امکان نداره انجام بشه. مهمترین مسئله که برای دادخواهی هست یک دادگاه بی‌طرف که این پرونده رو رسیدگی کنه و هر عاملی و کسایی که واقعا گناهکار هستن اینا رو به اصطلاح در اون دادگاه ما محکومیتشون ببینیم. و در ادامه صحبت‌هایی که مطرح شد بسیاری بر این موضوع تاکید داشتن که ما به دنبال انتقام نیستیم و برقراری عدالت و برقراری یک دادگاه عادلانه و یک دادگاه نه از طریق در واقع مسائلی نظیر گفتگوهای پشت پرده، چیزی که در دو سال نیم گذشته آنچه که خانواده ها رو بسیار دلسرد کرده شیوه ای بوده که دولت کانادا به نوعی در نظر گرفته و مسیری که طی شد، در حالی که خانواده ها نه به دنبال مذاکره پشت پرده بلکه به دنبال برگزاری یک دادگاه عادلانه و محاکمه عاملین و آمرین سقوط هواپیمای اوکراینی هستند.
افشار سیگارچی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.